وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر دو روزه خود به روم با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا نیز دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در دیدار با روبرتو فیکو رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا با اشاره به برجام و اقدامات یک جانبه و غیرقانونی آمریکا در خروج از آن، تداوم فشار آمریکا به سایر کشورها را یک قلدری و قانونگذاری نامتعارف خواند که دارای اثرات منفی کوتاه و درازمدت در نظام بین‌المللی خواهد بود. به تاکید کرد ما از این مرحله عبور خواهیم کرد، اما چون این رو کردی نظام بین‌المللی را دچار مشکل خواهد کرد. خب ما با رئیس مجلس هم در مورد مسائل روابط دو جانبه صحبت کردیم، هم همکاری هایی که در حوزه اقتصاد باید داشته باشیم، ایجاد یک کانال بانکی بین ایران و ایتالیا به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در اروپا، و همینطور در مورد مسائل منطقه‌ای صحبت کردیم و در مورد سیاست آمریکا برای تحمیل دیدگاه های خودش به بقیه مردم دنیا. رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب و تاریخی دو کشور افزود، اعتقاد راسخ دارم که ایران یک بازیگر کلیدی در منطقه و نظام بین‌المللی است. وی با اشاره به برجام افزود، خروج آمریکا از برجام مشکلاتی را ایجاد کرد، اما ایتالیا و اروپا همه تلاش خود را خواهند کرد تا این دستاورد حفظ شود و باب گفتگو و دیپلماسی باز بماند. رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا همچنین با تاکید بر اینکه دیپلماسی پارلمانی عامل مهمی در نزدیک کردن هرچه بیشتر دو ملت و دو کشور است، آمادگی ایتالیا را برای گسترش همکاری‌های پارلمانی با کشورمان اعلام کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.